سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه مزگان هستم به کانال من خیلی خوش اومدین من دارم یه دونه پولیور می و این قسمت پایینش هست لبش هست که از کشباف یک در یک استفاده کردم یعنی یک دانه به زیر و یک دانه به رو و تو این ویدیو میخوام نحوه کور کردن این دانه ها رو بهتون آموزش بدم که من چطور این قسمت لبه رو کور کردم که الان اینجا من چند تا دانه رو کور کردم و اینقدر از دانه ها باقی مونده که می‌خوام کورشون کنم روشی که استفاده کردم برای کور کردن دانه ها همون روش عادی و معمولی هست برای کور کردن و همونطور که تماشا می کنید دانه ها خیلی مرتب و منظم کور شدن و این قسمت نه خیلی حالت سفتی داره نه خیلی حالت شلی داره و خیلی منظم و مرتب اینجا کور شده فقط یک نکته کوچولو داره وقتی که داریم دانه ها رو کور می کنیم اگه اون رو انجام بدید موقعی که اینجا از روش ساده استفاده می کنید برای کور کردن بافتتون لبه خیلی قشنگتر میشه و حالت سفت و شلی نداره برای کور کردن دانا همونطوری که هستن بافته میشن دانه بعدی که من باید کور بکنم به زیر هست و به زیر می بافم. و وقتی که میخوام این دانه رو از روی این رد بکنم یک مقدار بافت رو اینطوری میکشم به سمت پایین و ببینید دانه گشادتر میشه و این دانه رو به این صورت از روی این رد میکنم و این حرکت رو که انجام میدیم باعث میشه که بافتمون وقتی داریم کور می کنیم، این قسمت ها منظم تر بشه و حالت قشنگ تری داشته باشه دانه بعدی به روح هست و به رو بافته میشه. بعد وقتی که میخوام دانه رو از روش بکشم این دانه قبلی رو از روی این بکشم بیرون به این صورت یکم میکشم پایین و این دانه به این صورت از روی این رد میشه. دانه بعدی به زیر هست. به زیر میبافم. بعد اینطوری یه مقدار بافت رو میکشم پایین دانه گشادتر میشه و از روی این رد میکنم. دانه بعدی به رو و اینطوری میکشم و از روی این رد میکنم دانه بعدی به زیر یه مقدار میکشم و از روی این رد میکنم و ببینید این قسمت حالت منظم تری پیدا میکنه و دانه ها قشنگ یک دست کور میشن و این قسمت هم خیلی حالت سفتی نداره و حالت شلی هم نداره پس همینطوری تا انتهای رج کور می کنم. دانه بعدی به روه، یه مقدار اینطوری میکشم، گشادتر میشه و از روی این رد میکنم. دانه بعدی به زیر میکشم و از روش رد میکنم. پس خیلی اینجا کشش نخ مهم هست که چه مقدار نخ رو بکشید تا این قسمت حالت قشنگتری داشته باشه. وقتی داریم به صورت عادی کور میکنیم این از یک نکته خیلی کاربردی که دوست داشتم بهتون آموزش بدم امیدوارم که استفاده بکنید و لذت ببرید و منتظر آموزش کامل این پولیورم باشید که خیلی تنخورش قشنگ میشه و من خیلی دوستش دارم و مدل بافتی هم که برای این قسمت استفاده کردم این مدل بافت هست اینجاش کش بافه و این قسمت به این شکل هست ممنونم از اینکه من رو تماشا میکنید و اگر ویدئو رو دوست داشتید خوشحال میکنید که لایکش کنید این به من خیلی انگیزه میده تا ویدیوهای بیشتری با شما به اشتراک بذارم و اگر ویدیوها هم دوست دارید سبک ویدیوهای من رو میپسندید میتونید عضو کانال بشید و هر ویدیو جدیدی که ازش گذاشتم ازش اطلاع پیدا بکنید از بافتن لذت ببرین و تا ویدیو بعدی خدافظ